الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله عز وجل في القران الكريم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله المولانا العظيم اللهم من سي باسكو وشكر توفيقنا يد فرموت زر یکهز بهترین ما ها که در قبوری عبادت نقش خود شدار که بهترین ما ماه رمضان است او در بهترین مکان که او مسجد هست قرار دریم و ان لطف ک الله تعالی در حق ما او شما کرده که ما را در بهترین ما در بهترین جای جمع کرده جمع شدن ما در اینجا ممکن نیست مگر با توفیقی از جانب الله چون که ماه مبارک رمضان ماه تربیت و خودسازی است تمام عبادت را که انسان ها انجام میده او به خاطر سلامتی انسان است هم سلامتی روح انسان و هم سلامتی جسم انسان و همچنان عبادات وسیله برای تربیت انسان هست که انسان ها را الله متعال توسط ماه مبارک رمضان تربیه میکنه چنانچه در مورد روزه الله فرماید کتب علیکم كما و کما کتب على من قبلكم لعلكم تتقون یعنی روزه یک راو وسیله برای با تقوی شدن است که انسان با تقوی شود دین مبین اسلام از هر ناحیه که انسانی را بررسی بکنه کامل است در اعتقادی کامل است در عملی کامل است در اخلاق کامل است در رسه های سیاست و اقتصاد و تمام عرصه زندگی بشر را تحت پوشش خودش گرفته و این دین کامل است چنانچه الله متعال می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم امروز دین برایتان کامل کردیم و اتممت علیکم نعمتی و نعمت خود هم به شما تمام کردیم و رضیت لکم الاسلام دینا و برای شما اسلام را من حیث قانون برگزیدیم تعریف لغوی دین در یک جای دین به معنای قانون است در یک جای به معنای عبادت است در یک جای به معنای مذهبی برحق است در یک جای به معنای مذهبی باطل است در یک جای به معنای است در یک جای به معنای طریقه و روش است خود در اکثریت جایا دین به معنای طریقه و روش یا به معنای قانون استعمال بشد پس الله متعال وقتی می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم دین براتون کامل کردیم اون طریقه زندگی اون برنامه زندگی برای شما کامل است و تا علیکم نعمتی و تمام کردم برای شما نعمت خود را ببینید در اینجا هم اکملت را ذکر میکنه الیوم اکملت لکم دینکم و هم اتممت را میارد مفسرین میگن که اکمل طورا به این خاطر ذکر میکنه هر آن چیزی که منحیش دین ضرورت بود برای بندگان الله او از جانب الله نازل شد. هیچ کمی و کاسی در دین نیست. و اطمان که ذکر میکنه به این خاطر از که پیشوی بدعات که دی رو بگیره که دین چیز را داخل نکنین. چرا هر آن چیزی که قابلیت ازدیاد پیدا بکنه یعنی قابلیت داشته باشه که در او یک چیز اضافه شوه پس قابلیت کم شدن هم پیدا میکند یک سری چیزاش باید کم شود چیزی که زیادت زیادت میپذیره کمی را میپذیرد به این خاطر است که اسلام یک دین کامل است هیچ چیزش اضافه نیست و هیچ کمبودی هم در دین نیست به این خاطر الله متعال میفرماید الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا در جای دیگری الان می و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من کسی که غیر از اسلام قوانین دیگری را انتخاب بکنه هرگز ازش پذیرفته نمیشد پس وقتی میگیم دین کامل هست در عرصه های مختلف زندگی بشر کامل است یکی از خصوصیات دین و یکی از ویژگی های دین مبین اسلامی است که این دین کامل است این دین جاوید است تا قیامت دین دیگری نمی آید این دین شامل است یعنی تمام بخش های زندگی بشر را تحت پوشش خودش گرفتد اینطور نیست که دین برای عبادت برنامه داشته باشد و برای سیاست برنامه نداشته باشد یا برای اقتصاد برنامه داشته باشد و برای روابط اجتماعی برنامه نداشته باشد نهبرای کل بخشهای زندگی بشر دین برنامه داره پس وقتی ک انسان مسلمان در ای دائره داخل میشد یک مقوله هست میوید که الدخول فی الاسلام من باب واحد لااله الا الله ومحمد رسول الله والخروج منها من ابواب متفرقه داخل شدن در می چهاردیواری اسلام یک دروازه دارد. دروازه ورودیش یکی است که او اقرار کردن این کلمه طیبه هست که لا اله الا الله نیست هیچ معبودی بر حق که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق جز الله و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله گاهی اوقات اگر کسی کلمه ری قسم ترجمه میکنه که نیست معبود جز الله این ترجمه غلط است چرا معبود خو خیلی زیاد است با واقعیت های امروزی زندگی سازگار نیست یک تعداد مردم گوساله را پرستش میکنند یک تعداد آفتاب و محتاب را پرستش میکنند یک تعداد قبر را پرستش میکنند یک تعداد دیگری کسای دیگری را پرستش میکنند عبادت میکنند پس نیز هیچ معبود برحق که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق جز الله بخش اول کلمه طیبه یعنی وقتی لا اله الا الله میگیم این مربوط به بحث اعتقادی میشد که انسان مسلمان در توحید باید موحد باشه و محمد رسول الله بخش عملی دین است انسان نماز میخوانه روزه میگیره زکات حج جهاد صدقه خیرات هر کاری که میکند مطابقت داشته باشد به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر انسان از نظر عقیده درست باشد، اما از نظر عمل مشکل داشته باشه بعد انسان مسلمان کامل نیست و یا یکی از نظر عمل مشکل نداشته باشد در بحث اخلاق مشکل داشته باشد بعد مسلمان خوبی نیست پس انسان مسلمان باید کوشش بکنه که هم در بحث عقیده و هم در بخش عمل و هم در بخش اخلاق متوجه باشد عقیدهش مطابق قرآن و سنت عملش مطابق قرآن و سنت و اخلاقش مطابق قرآن و سنت باشد این که انسان نجات پیدا میکنه و سبب نجات انسان میشد اگر انسان ها در امی قضایه متوجه نباشن مثلا داخل شدن در اسلام یک دروازه ورودی داره که او کلمه طیبه هست و الخروج منها من ابواب متفرقه خارج شدن از دین باز دروازه های متعددی دارد متعدد دروازه هاست اگر انسان نواقض اسلام رو بخوانه که متاسفانه امروز در جامعه ما شما سر نواقض وضوع بحث میشه اما سر نواقض ایمان سر نواقض توحید چه چی چیز ایمان ما را نقض میکنه و چه وقت ایمان ما از بین میره اون متاسفانه سر بحث نمیشد در حال که انسان مسلمان بیشتر از نواقض وضو اول به نواقض ایمان متوجه باشد کدام چیز برای ما خیلی خطرناک است که اصلی ترین سرمایه ما ایما که ایمان است او را از ما می گیرد چرا ایمان بزرگترین و بهترین سرمایه برای یک انسان مسلمان است هیچ نعمتی و هیچ احسان و نیکی در حق یک انسان بالاتر از ایمانش نیست بزرگترین لطفی که الله متعال در حق بندگان خودش کرده و است که این انسان مشرف به ایمان است چیزی که به انسان ارزش میداد چیزی که سبب رضایت الله میشد چیزی که سبب ورودی انسان به بهشت میشد چیزی که انسان در برابر مشکلات مقاومت میداد چیزی که انسان بر رزاقیت الله مطمئن می سازد پس این بالاترین لطف و بزرگترین لطف الله در حق بندگانشی است که هر آن کسی که ایمان نصیب شد از نعمت ایمان مستفید شد و بهرمند شد خوشبختترین انسانی نمی است ولو که دست و پای قطع باشد دست و پایش قطع باشه ای بدبختی نیست خانه نداشته باشه ای بدبختی نیست سرطان داشته باشه، این بدبختی نیست. بدبختی نبود ایمان است. بدبخترین انسان ها اونمو هستند که ایمان نداشته باشند. پس وقتی یک انسان مسلمان ایره متوجه شده که بزرگترین لطف الله در حق ما کرده که ما را به نعمت ایمان مشرف ساخته، حالا شکر این نعمت بر هر انسان لازم میشد. که انسان از این نعمت بزرگ الهی قدرشناسی شناسی بکنه و شکرگزار باشد اگر انسان از نعمت ایمان قدرشناسی کرد و شکرگزاری کرد الله متعال در ایمانش به ای استقامت نصیب میکند اگر قدرشناسی شناسی نعمت های الله را نکرد الله سلب توفیقش میکند سلب نعمتش میکنه نعمت ازش میگیرد هر نعمتی که انسان مسلمان در دنیا از اون نعمت برخوردار است او از جانب الله است و ما بكم من نعمت فمن الله تمام نعمت ها از آن الله است پس بر انسان شکر نعمت لازم است که انسان انسان شکرگزار و قدرشناس باشد بحث که ایمان بزرگترین سرمایه است و بهترین سرمایه برای انسان مؤمن است آیا ای ایمان قوي و ضعیف میشه یا کمی و زیادي ره میپذیرد امام ابوحنیفه رحمه الله بر ای باور است که ایمان ضعیف و قوي میشه هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم آیه مبارکه و آیه های دیگر قرآن کریم ثابت میشد که ایمان کمی و زیادی را میپذیرد که کم و زیاد میشد لی داد و ایمان ما ایمانهم اگر انسان مسلمان ای گپر متوجه شو که ایمان کمی و زیادی میشه با چی کم میشه و با چی زیاد میشه ایمان با عبادت و بندگی الله زیاد میشد به طاعت و فرمانبرداری الله زیاد میشد و ایمان با معصیت و گناه کم میشد یا با تعبیر امام ابوحنیفه رحمه الله با عبادت و بندگی قوی میشه و با معصیت و گناه ضعیف میشد پس خیلی انسان مسلمان باید متوجه باشه که بزرگترین نعمت را که ایمان است حفظ بکند برای حفاظت ایمان چی چیز ضرورت است چطور با میتونیم ایمانهای خود را حفظ بکنیم یکی از اسباب و وسایل استقامت در راه ایمان توجه جدی به قرآن کریم است قرآنی که در همین ماه نازل شده قرآنی که بزرگترین تحول را در جامعه بشری به وجود آورد قرآنی که بهترین و مطمئنترین راه را برای بندگان الله نشان میداد کتاب بالاتر از قرآن دیگه نداریم پس وقتی یک انسان مسلمان میخواهد ایمانش را حفظ بکنه و در راه دین الله استقامت پیدا بکنه اوی است که متوجه به قرآن شود در درس های قرآن کریم بشینه چرا این کتاب از جانب الله هست از جانب الله نازل شدد. ما نمی فهمم چی بحانه داشته باشیم در روز قیامت پیش الله متعال مثل که صحابه بزرگوار پیمبر صلی الله علیه وسلم میگه وقت ماه مبارک رمضان میشد یا صحابایی که در جهاد مسوب بودند گاهی اوقات که وقت پیدا میکردند می آمدند قرآن در بغل خود می فشار میدادند اشک از چشمهاشان جاری میشد که ما در جهاد مسوب شدیم و شما را تلاوت نتانستیم اونا خود او مسوب بودن. ما چی عذر و بهانه پیش الله داشته باشیم که در درس قرآن نمیشینیم وقت برای از نداریم که بریم در درس قرآن شرکت بکنیم و باید خودت سیراب بکنیم تضمین کننده خوشبختی بشر در دنیا و در آخرت همین قرآن است برنامه زندگی خودی را بسازیم وقتی قرآن برنامه زندگی انسان مسلمان شد ایمانش حفظ میشد ایمان حفظ میشد توسطی که انسان با دوستان خوب در ارتباط باشد علت <التی> انجام گناه را علما میگن سه چیز است یکی جهل است که نمیفهمه گناه را نمیفهمه انجام میداد به طور مثال میره سر قبر خاکش میخوره و سنگش در سر روی خود میماله یا کدام اعمال خلاف دین دیگه را انجام میده نمیفهمه که گناه هست یا یک تعداد مردم به گناه های دیگه مبتلا میشن نمیفهمن کی گناه است برای از کار جلسات دینی درس های تفسیر درس های حدیث ضرورت است که انسان ها در اونجا شرکت بکنن و جهل برطرف شود گای اوقات علت انجام گناه ضعف ایمان است رشوتی که یک قاضی در محکمه میگیره میفهمه که حرام است 95 فیصد به بالا مسلمان ها گناهان را که مرتکب میشن میفهمه که گناه است او جهل شاید 5 فیصد مردم باشد 90 فیصد مردم گناه را از روی ضعف ایمان انجام میدن میفهمن که گناه هست. بادم انجامش میداد پس برای از چی در کار است؟ دوستای خوب به کار است دوستای مخلص با ایمان موحد دوستان خوبی که مثل عمر رضی الله عنه زمانی که در سفر میرفت به طرف مدینه منوره هجرت میکرد عیاش همراهش حرکت کرد در مسیری را ابی جهل به دنبالش رفت و برش گفت که مادرت احتساب کرده به اصلا در و نشسته و گفته تا که بچه میبر نگرده من از هفته افتاو نمیرم غذا نمیخورم او نمیخورم عیاش مادرش خیلی دوست داشت ابی جهل متوجه بود که از روی این زمین نقطه میشد عیاش برگرداند برگرداند سرمون نقطه ضعفش دست خدا ماند از مادرش براش یاد کرد عمر را به ایاش گفت که متوجه باشی که دروغ میگه فریبت میدد خوابی جهل باز بعد گپه گفت و بالاخره ایاش را وادار به ای کرد که برگردد به مکه گپ سرزی است که رفیق خوب چقدر یک نعمت بزرگ الهی است عمر رضی الله برش گفت که ایاش خین شطور مرا بگی اگر فری به داده بودن با ای ما برگرد در او وقت شطور به انداده یک لنکروزر امروزی قیمت داشت ببینین دوست خوب چه تاثیرات مثبت سر دوستش دارد وقتی که ایاش برمیگده به مکه دیدن که ابی فری فریبش داده بود دروغ میگفت بندیش کردن بعدا یک فرصت را الله برش مساعد ساخت و یاش منطقه را تر گفت و با امو شطر که عمر بن خطاب رضی الله برش داده بود با امو شطر دوباره مدینه برگشت پس دوست خوب یکقدر تاثیرات تأثیرات داره که سر انسان ها تأثیر مستقیمی داره در حفظ ایمانش دوست خوب و میگه که انسان برای نماد تهجد بیدار بکند دوست خوب و نموره میگه که انسان زمانی که در مسیر شیطان قرار میگیره برش گردن او رو متوجه بکند دوست خوب و میگه که وقتی شما او رو میبینین به یاد ازو به یاد آخرت بفتین و نمور دوست خوب میگه که شما را متوجه آخرت بکند اگر انسان در دنیا یک دوست خوب داشته باشد این دوست خوب نعمت است و برای حفظ ایمان انسانها ها دوست خوب خیلی تاثیر دارد تاثیر گذار است که انسان متوجه قضایا باشه که ما باید دوستای خوبی پیدا بکنیم دوستای خوب اونم دوستای را میگه که زندگیشان بر اساس قرآن و سنت پیش برد مطابق دین زندگی بکند مثل که زمانی که از یوسف علیه السلام که در اوج نقطه غلیان جوانیش بود تقاضای عمل نامشروع ازش میشد او در جواب میگه که این ربی احسن مسوای من جای بد نمیرم معصیت و گناه انسان در پیشگاه الله ذلیل میکند پس دوستی خوب تو رو نمیمونه که به طرف معصیت بره. تو رو متوجه میکنه تو رو بر در مسیر و در جاده اصلی تو رو برابر میکنه که ما من یک مسلمان متوجه باشیم که دوستای خوب برای خود انتخاب بکنیم پس علت انجام گناه دومش ضعف ایمان است و دیگر چیزی که سبب حفظ ایمان ما میشه سجده طولانی از در نماز انسان مسلمانی گفه باید خیلی متوجه باشه که زمانی که در نماز استاد میشی و دستار را بلند میکنی و در برابر الله تسلیم میشی اعلان تسلیمی در برابر الله میکنی این نمازی تو نمایندگی از ایمان تو میکند وقتی که انسان پیشانی رو در زمین میماند در برابر ربش و در برابر خالقش میماند در زمین یعنی امون نهایت خضو و عاجزی و ذلت خود در برابر خالقش نشان میداد و وقتی که انسان سر خود در زمین میماند امین جاست که انسان پرواز میگیرد برای مقاومت در برابر مشکلات ها و برای نجات از مشکلات ها ای است که ما باید پیشانی ها را در زمین بواریم تا پرواز بکنیم تا بلند شویم در برابر مشکلات زانو نزنین در برابر مشکلات وقتی مشکل براتان پیدا میشه به خاطر الله خود در سجده پرتین الله بلندتان میکند متاسفانه امروز ببینید چقدر مردم در جامعه ما و شما دچار مشکل است مشکل چیست؟ مشکل غم است اگر کسی پرسان بکنی چطور است وضعیت الان میگه بخی خراب است وضعیت بخی خراب است و کار نیست اگر ایمان انسان به اندازه مو چوپانی باشه که از چوپان پرسان کردن گفتن که یک نان یک در هم شده یا فکر کنید امروز در کابل یک دانانان صد افغانی یا دو صد یا سه صد افغانی شوه چوپان در جواب میگه که والله لا اوبالی قسم بالله که هیچ پروا نداره که یک نان یک درهم شوه یا ده درهم شوه علی ان اعبده کما امرنی سرمه ای از الله رو عبادت بکنم به مو قسمی که الله مرا امر کرده و علیه ان یرزقنی کما وعدنی سر الله هست که مرا روزی بده مو قسمی که وعده کرد. پس یکی از خوبی های ایمان یکی از برتری های ایمان در دنیایی است که انسان بر رضاقیت الله مطمئن می سازد بعد انسان به خاطر شکمش غلامی نمی به خاطر یک لقمنان چاپلوسی نمی‌کند، نمی کند باز فریب دشمنان اسلام نمی خورد باز دستش به طرف رشوت و فساد نمیره. چرا ایمان مثل خاصیت زیر داره که شما یک قاشق از اصل بگیرین در گیلاس از شیر حل بکنین وقتی یک قاشق بوره را یا یک قاشق اصل در گیلاس پرتین و خوب هم بزنین حل بکنین بعدن کی را با گلاس بخوری هم شیرین است با قاشق بخوری هم شیرین است در کل ذرات شیر ای بوره یا ای اصل حزم شده حل شده ایمان که در وجود انسان مقر اصلی ایمان قلب است وقتی که ایمان در قلب انسان پیدا شد در اعضای بدن خودش نشان میداد دستی که ایمان پیدا که دیگه به طرف رشوت نمیره گوشی که ایمان پیدا که دیگه غیبت و موسیقی و تهمت و شیطانی رو نمیشنوه پای که ایمان پیدا کرد به طرف معصیت و گناه نمیره چشمی که ایمان پیدا که دیگه مصداق این آیت قرآن کریم میشه که قل المؤمنین یعوض من ابصارهم و یحفظ فروجهم کل اعضای بدن انسان میشد مؤمن پس علایم شنیمی تو خدا نشان میداد دستی که نسواره گرفت دستی که رشوته گرفت دستی که به نامحرم دست داد دستی که قمار زد این دست ما نداره خیلی باید متوجه باشیم که و در روز قیامت میتونم میشه نمیشه که الله متعال باه می دست قطع بکنه بگه الله دستش قمار زده می دست پرتین آتش جهنم نه به خاطر می دست کلی وجود حرکت می چرا انسان ها قدر نمیشن انسانی که قمار میدن قدرشناس نیست انسانی که رشوت میگیره قدرشناس نیست انسانی که سود میخوره قدرشناس نیست یه انسانی ناسپاس است پس قدر این نعمت الله را که ایمان است شکرش بر هر کدای ما و شما لازم است که هم در عمل خود را اره نشان بدیم و هم در به زبان خود ذکر زبانی هم داشته باشیم الحمدلله بگوییم که انسان مسلمان اگر ایمانش قدرش دانست این انسان در دنیا و در آخرت برنده است و دیگر از خوبی های ایمانی است که زندگی چند روزه دنیا ما را فریب نمیدد و ایره متوجه باشین اگر یک کسی بندی باشه در یک بندی خانه و حکم اعدام دیگر دیگه یک چند وقت دیگه ادامش میکنن دیگه یادمی از زندگی خود لذت نمیبره هر روز به فکر ازی است که من خو ادام میشم دیگه به دنیا دل نمیبندد ایره متوجه باشین که ما مسلمان ها در دنیا کل ما بندی خانه است برای ما و در این دنیا محکومی به ادام هستیم کل ما در دنیایی که زندگی می کنیم در دنیا محکومی به اعدام هستیم این ما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده خلاص یک روز ختم میشد دنیا برای مؤمن از دنیا سجن المؤمن و جنت للکافر دنیا برای مسلمان مثل بندی است چرا دنیا برای مسلمان مثل بندی است چون در مقایسه با اون نعماتی که الله متعال در روز قیامت در بهشت برای بندگان خودش میده دنیا بندی خانه است اون وقت انسان میتونه از این حالت خود نجات بده که زندگیش مطابق قرآن و سنت باشه قرآن شود برنامه زندگی مؤمن تقاضای ایمان نمی چیزی هست که برنامه زندگی مسلمان قرآن کریم است اما اگر کسی قرآن را برنامه زندگی خود نمی سازد آیا تنها آخرتش خراب میشه یا دنیا هم مشکلات با مشکلات مواجه میشه نه با دنیا در دنیا هم مشکلات مواجه میشه چرا اعمال ما با وجودی که نتیجه نهایی در آخرت سرش مرتب میشه اما در دنیا می تاثیر نیست فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخزا و الله می که فرعون از موسی علیه السلام نافرمانی که سرکشی که تقیان کرد فاخذناه و الله میگه ما سخت پس گرفتن فرعون که به سختی گرفتش نتیجه چی بود نتیجه عمل کاری در دنیاش بود یا در الله متعال می فرماید که ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه دنكا ونحشره يوم القيامه أعم. کس کس كس قانون ما از قران ما و از دین ما اعراض میکنه سرکشی میکنه فان له معيشه دنک الله می فرماید زندگی دي سرش تنگ میکنه یا در قران کریم که الله مطال می من عمل صالحا من ذکرنا اونسا و هو مؤمن فلا نحیینه حیاتا طیبه کسی که اعمال شایسته ای را انجام میده در دنیا الله می فرماید زندگی آرام برش میدیم حیات طیبه را یک تعداد علما میگن برزخ میگن در عالم برزخ براش حیات طیبه هست یک تعداد علما میگن نه دنیا را هم شامل است چرا زمانی که ایمان در قلب انسان جای گرفت و ایمان به مو مرحله کمال خود رسی با چیزی نیست که برای انسان مسلمان دردآور باشد اگر پدرش فوت بکنه یا فرزندش این انسان چون ایمانش به الله کامل است میگه ان لله و انا الیه راجعون اگر مالش در بگیرد مالش بسوزد اتفاق براش رخ بده اتفاق بد در زندگیش بفتد انسان میگه ان لله و ان الیه راجعون ما از الله هستیم و سوی الله روان هستیم در زندگی با چیز رنج نمیده دیگه پس هر انسان مسلمانی رو باید متوجه شوه که ایمان بزرگترین نعمت و بالاترین نعمت است تمام اعمال دیگه سر ایمان مرتب میشد پایه اساسی و تهداب اساسی ایمان است عمل وقتی قبول میشه که ایمان درست باشد اخلاق وقتی ارزش پیدا می کند که ایمان انسان درست باشه ایمان که نباشه اخلاق هم معنا ندارد پس دومین موضوعی است که سومین علت انجام گناه تکبر و خودخواهی است تکبر از آزیل را خار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد گناهی را که شیطان مرتکب شد از روی تکبر و غرورش بود تکبر چی را میگه بدتر الحق و غمت الناس پذیرفتن حق تکبری نیست که اگر آدم خوب لباس شیک داشته باشه خوب آبا و قبای خود برابر بکنه این تکبر نمیگه تکبری رو میگه که یک انسان در برابر حق تصیب نشود ولو که لباس های خیلی کونه و جولیده و پجمورده داشته باشد کسی که حق را نمیپذیره آدم متکبر است بطر الحق و غمت الناس و تحقیر کردن انسان ها انسان های دیگر را تحقیر بکند خود نسبت به دیگرها برتر و بالاتر بداند این انسان متکبر است پس اسلام عزیز سر سه پایه و سوار است پایه اولش عقیده است اساس و بنیاد دین زیربنای اسلام که است او عقیده است بعد از عقیده دوم با عمل است که عمل انسان مطابق قرآن و سنت باشه و به طریقه پیمبر صلی الله علیه وسلم باشه و سومش با اخلاق اسلامی است اخلاق اسلامی که انسان مسلمان اگر در زندگی خودش این مثلثی را در نظر بگیره عقیده اسلامی عمل اسلامی و اخلاق اسلامی است یا اگر اسلام عزیز به یک درخت تجلی بکنیم این درخت سه انصار اساسی دارد ریشه داره ساقه داره و شاخ و برگ دارد ریشه درخت قابل رؤیت و قابل دید نیست شما این درخت ها رو درخت فقط خودش رو میبینین تنه شا می بینین ریشهش معلوم نمیشه خو از قوت تنه قوت ریشه معلوم میشد هر قدر تنه درخت قوی تر باشه مسبوط باشه محکم باشه شاخه های قوی داشته باشد نمایندگی میکنه از ریشه قوی ایمان انسان هم رقم است ایمان قابل رویت نیست که را انسان ببینه بی یا وزن بکنه یا متر بکنه ایمان قابل رویت نیست اما ایمان انسان در عملش میشه شناخت از روی عمل قوت و ضعف ایمان و یا کمی و زیادی ایمانه از روی عمل انسان ها میشه شناخت کمی آدم ایمانش کم است یا زیاد است یا ایمانش ضعیف است یا ایمانش قوی است و شاخ و برگ درخت اسلام که است بازو اخلاق اسلامی است یعنی ریشه درخت اسلام آمن تو بالله است ساقه درخت اسلام پنج بنا اسلام است و شاخ و برگ درخت اسلام باز اخلاق اسلامی است پس ماه رمضان ماه تربیت و خودسازی است که کل ما یک توجه به خود ما بکنیم و خود بسازیم بنده خوبی برای الله شویم اگر در رمضان این کار نتونستیم دیگه هیچ فرصت دیگه برای ما مساعد و برابر نمیشه که ما خود بسازیم باز پس بهترین فرصت برای خودسازی و بهترین فرصت برای این که بنده خوبی برای الله شویم الله متعال به چیزهایی که گفته شد اول توفیق عمل به خود بنده نصیب بکنم بحث ما انشاءالله در مورد اخلاق اسلامی هست امروز با عنوان مقدمه اینا رو مطرح کردیم چون زیربنای همه اعمال خیر عقیده و ایمان است انشاءالله روزهای بعدی در مورد اخلاق اسلامی پیش میریم که جایگاه اخلاق اسلامی چی است والله متعال همه ما شما را به اخلاق اسلامی آراسته بگرداند